انقدر سخته. 10 سال بچه رو ندیدم. داستان 124 ایرانی سرگردان در زندان‌های مالزی، ناامیدی و دوری از خانواده بعضی را به مرز خودکشی کشانده. بی سرانجامی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراین، پدر و مادر نیلوفر ابراهیم می‌گویند چیزی جز عدالت نمی‌خواهند. اولین بار احساس کردم خانه دارم و این خانه را اینجا احساس کردم. بعد در گذشت محمود کیانوش، شاعر و نویسنده‌ای که عمرش را پای درست نویسی در روزنامه نگاری گذاشت و ترانه هایش برای کودکان ماندگار شد. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. در مالزی عده‌ای از شهروندان ایرانی که به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، با توقف اجرای حکم اعدام در زندان‌های این کشور بلا تکلیف ماندند. صداها و تصاویری که از زندان به دست بی بی سی فارسی رسیده، شرایط نامناسب بهداشتی و وضعیت روحی نامساعد برخی از این زندانیان را نشان می‌دهد. 4 سال پیش ایران اعلام کرد به زودی قراردادی برای استرداد مجرمان با مالزی امضا می‌کند، اما ظاهراً چنین توافقی هیچ وقت نهایی نشده است. جزئیات بیشتر از پرهام قبادی. الان 10 سالی که بچم اسیر شده. سر یه اشتباه داره 10 سال تاوان میده. نمیدونیم چقدر سخته. 10 سال بچم رو ندیدم. درد دوری از فرزند. پسرش 6000 کیلومتر دورتر از خانه زندانی است، در مالزی. میگوید برای دیدار فرزندش بعد از سالها به این کشور رفته، اما نه به کوالالامپور. زندان جایی است پرت و دور افتاده که ساعتها با پایتخت فاصله دارد. فرسنگ ها دورتر از خانه، تنها برای چند دقیقه ملاقات. رسیدم به یه خرابه که بچه اونجا زندانیه. من تازه تونستم 20 دقیقه بچه رو ببینم. از پشت شیشه، از پشت میله. دستش بسته بود. خیلی سخته این همه مسافت رو بری نتونی بچه تو بو کنی، نتونی بچه تو بغل کنی. این حجم بدبختی رو من کجا بیده همچه بدم؟ خدا کمکمون کنی. خانواده های دیگر هم گلایه های مشابهی دارند. مسافت طولانی، هزینه های بالا و ملاقات های کوتاه بعد از سالها انتظار. و ما دقیقاً 11 سال با این مشکل داریم زندگی میکنیم. بنده یه بار با تمام مشکلات مالی به مالزی رفتم و تنها توانستم با تمام مخارجی که کرده بودم فقط 10 دقیقه برادرم رو ملاقات کنم، اونم از پشت شیشه تلفنی. به خاطر دوری از وطن و شرایط بد خانواده ها که خب نمیتونن همچین هزینه هنگفتی رو بدن و بیان دیدن بچه ها. خود ما 12 سالی که برادرم رو ندیدیم و واقعا نمیدونیم چی قراره به سرش بیاد. 12 سال از بهترین روزهای زندگی از سن 20 سالگی تو بدترین شرایط به سر برده و واقعا دیگه ناامید شدن این بچه ها. اما برخی از خانواده ها توان مالی همین یک سفر را هم ندارند. والا داداشم الان 11-12 سال تو زندان مالزیه. خانواده ما یه روستایی هستن. پدرم یه چیزم نداشت، حتی خدا رو شاهد میگیرم 1 میلیون تومان نداشت واسش بفرسته. بابام پول نداشت که از شمال مثلا برای یه بار دوبار بره تهران زن بچه‌شو ببینه، تا این اندازه بود. ناامیدی بعضی از زندانیان را به مرز خودکشی کشانده. صدای یکی از زندانیان محکوم به اعدام که به دست بی بی سی فارسی رسیده از روحیه نامناسب او حکایت دارد. میگوید درخواست کرده حکمش را اجرا کنند. خودم خود بنده هم ریکوستی رو دادم، درخواست کشیدم
دیدن بالای من رو دادم. آقا گفتم نمیکشید بالا، منو بکشید بالا دیگه بسه. آقا این چه حبسیه؟ آقا مگه حکم اعدام به من ندارید؟ خب تمومش کنید دیگه. فرستادم واسن چند تا دکتر مثلا از این روانشناسای علکی. چرا به چه خودکشی میکنید؟ چرا میخوای دولت مالزی رو بکشه بالا؟ میگم آقا کم آوردم. به چه زبون باید من بگم کم آوردم؟ من نمیفهمم. یه افتادم قرص دادم که نمیخوردم، میرفتم دستشویی میرم مثلا آرامش بخش بعد یه ذره مثلا فقط تنها دلخوشی من که بتونم برگردم مثلا مادرم بخواب کاری کنم و سر همین من دست نگه داشتم. مالزی از 3 سال پیش اجرای حکم اعدام را موقتاً لغو کرده. آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2019 نشان می‌دهد 1281 نفر در مالزی به اعدام محکوم شدند. اکثرشان به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر. از این تعداد 568 نفر خارجی‌اند. اطلاعات دقیقی از شمار زندانیان ایرانی در دست نیست. اما خود زندانیان به ما گفتند 80 ایرانی به اعدام محکوم شدند. از مجموع 124 زندانی ایرانی در مالزی. در غربت آرزویشان دیدار خانواده است. یکی دیگر از زندانیان محکوم به اعدام میگوید بعد از سالها تنها از طریق تماس تصویری توانسته فرزندش را ببیند. میگوید برای هزینه داروهای سرطان همسرش این کار را کرده. همسری که بازگشتش را ندید. بعدها که ما گوشی تصویری گرفتیم، من بعد از 8 سال دخترم را دیدم. بعدم این که همسرم که دست دادم دیگه، دخترم پیش مادر خانم پدر خانممه. همسر من کانسر داشت، مشکلات مالی من باعث شد که من یه همچه اشتباهی بکنم دیگه. یعنی من تا لحظه آخر که ایشون از دست بره من هزینه کردم. آمپولای دونه 7 میلیون 4 میلیون نشد دیگه، حالا ناراحتم نیستم. زندانیان از وضعیت نامناسب بهداشتی شکایت دارند، از سلول‌های کثیف، مریضی‌های پوستی و نبود داروهای مورد نیاز. طوری من مریضی پوستی رو گرفتم که دستام یه روز صبح خواب بلند شدم همش تاولای چرکی زده. دستام تا نمیشه. نمیتونستم هیچ کاری بکنم، چیزی بخورم، دست به چیزی بزنم. هم دیگه ازم ترسیده بودن. یادمه که یه ظرفایی میدادن با بتادین، بعد ظرفا رو من نگاه کردم، بعد دیدم که اینا میمالن به همه جای بدنشون با یه پنبه. ظرف که تموم میشه میدن به اون کارگره همینجوری یه آب میزنه، دوباره بتادین میزنه به نفر بعدی ظرفای پلاستیکی یه بار مصرفو، یعنی نه تعویض. اینقدر ترسیدم که گفتم نه من این کارو نمیکنم. من اگه بمیرم این کارو نمیکنم، احتمال داره من هپاتیت بگیرم، احتمال داره ایدز بگیرم، چون بدنا باز بود، پوستام باز شده بود، خون میومد، چرک میومد، بدنه اونا هم همینطور. یکی از ایالتای زندان مالزی، نگاه کنید جوو، نگاه کنید تو رو خدا. تصویری که به دست بی بی سی فارسی رسیده داخل یکی از زندان‌ها را نشان می‌دهد. زندان غربت و نگاه قفس. عین حیوان انداختنمون تو. و این محوطه داخل یکی از سلول هاست. ایران بارها خبر داده در حال مذاکره با مالزی برای استرداد مجرمان است. در سال 96 خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه این خبر را منتشر کرد. موافقت نامه استرداد مجرمان بین دو کشور. گفت در دستور کار وزارت دادگستری قرار گرفته و در آینده نزدیک از سوی مقامات دو کشور امضا خواهد شد. اما ظاهراً هنوز این قرارداد بعد از حدود 4 سال امضا نشده. در این مدت 11 سال بارها و بارها وزارت امور خارجه یا سفارت مالزی مراجعه کردیم و هیچ جواب قانع کننده ای نگرفتیم. خانواده ها میگویند مقام های ایران و مالزی پاسخگو نیستند. بچه ها چقدر داغا بدن، یه اشتباه کردن ولی چقدر داغا بدن. تاوانی سنگین که زندانیان و خانواده هایشان با هم میپردازند. پرهام قبادی، بی بی سی.
یک سال از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین بر اثر شلیک موشک‌های پدافند سپاه در نزدیکی تهران می‌گذرد و خانواده قربانیان در یک سال گذشته از فشارها و نحوه رسیدگی به این پرونده از سوی مقامات ایران شکایت دارند. نیلوفر ابراهیم و سعید طهماسبی دو زوج جوان پرواز اوکراین بودند. آنها برای ازدواج به ایران رفته بودند و چند روز بعد از جشن عروسی به لندن برمیگشتند که در فاجعه سرنگونی هواپیما جان باختند. خانواده قربانیان پرواز اوکراین میگویند به دنبال دادخواهی و مجازات مسئولان این فاجعه هستند. مریم افشن گفتگویی داشته با شهین شکویی و سعید ابراهیم، مادر و پدر نیلوفر ابراهیم. ما همزمان با این حادثه در همون ساعت هممون مردیم. خانواده ابراهیم یک سال است عزادار از دست دادن دو عزیز هستند. دخترشان نیلوفر ابراهیم 34 ساله، فارغ التحصیل فوق لیسانس دانشگاه کینگستون لندن، و دامادشان سعید طهماسبی دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه امپریال کالج لندن. داماد جونم، عروس نه چک دادیم نه چونه، عروس آوردیم تو خونه. عروس خوشگله؟ عروس خیلی خوشگله. داماد چطوره؟ خوبه. وقتی با سعید آشنا شد، دید سعید چه پسر خوبیه، چقدر با شخصیته، چقدر باهوشه، چقدر شخصیت حمایتگر داره. عاشق این پسر شد و تمام سعیش کرد. ظرف دو ماه آیلتسش رو گرفت، بعد پذیرش از دانشگاه کینگستون لندن گرفت، راه رو هموار کرد که خودش رو به سعید برسونه. و در کنار سعید واقعا احساس خوشبختی میکرد و سعید هم در کنار نیلوفر احساس خوشبختی میکرد. اومدن برای جشن ازدواجشون در کنار خانواده در ایران، در شهر لاهیجان عروسیشون رو برگزار کردن و متاسفانه موقع بازگشت فاجعه شوم براشون رقم خورد. مادر نیلوفر میگوید حرفهای مسئولان جمهوری اسلامی در یک سال گذشته ضد و نقیض بوده و آن را به زنجیره عذاب تشبیه میکند. مثلا عنوان کردن که دستگاه پدافند 107 درجه خطا داشته، در صورتی که در یکی از جلسه هایی که برگزار شد مشخص شد که اون فردی که اپراتور بوده 9 سال سابقه در سوریه رو داشته. چطور یک همچین فردی ممکنه مرتکب خطا بشه؟ چطور ممکنه یک همچین فردی هواپیمای غول‌پیکر رو با یک موشک کروز از نظر اندازه، از نظر سرعت، از نظر نمایشگر حرارتی، از نظر جهت بخواد اشتباه بکنه؟ این توجیهاتی که میکنن برای ما غیر قابل باوره، غیر منطقیه. چرا حریم هوایی رو اون شب باز گذاشتن؟ خود آقای حاجی زاده در مصاحبه‌ای که کردن فرمودن که پرتنش‌ترین شرایط جنگی برقرار بوده، چرا حریم هوایی رو نبستن؟ آقای ظریف میان میفرمایند که به دلایل فنی و سیاسی و امنیتی بایستی این حریم هوایی باز میموند. چه چیزی میتونه توجیه بکنه که شما سرنشینان یک هواپیما ما به عنوان یک سفر انسانی تلقی بکنی، اینها رو در یک قفس آهنی جمع بکنی، محکوم به مرگشون بکنی، به آتیش بکشونی، بسوزونی، تیک تیکشون بکنی و بعد بیانیم توجیه بکنی که دلایل امنیتی و فنی و سیاسی بوده که بایستی این حریم هوایی باز میمون؟ خب این یک زنجیریه که واقعا همه اینا مرتکب جنایت جنگی شدن. خانواده ابراهیم مانند دیگر خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراین یک سال است خواهان روشن شدن حقیقت و مجازات عاملان و آمران این فاجعه هستند. گرفتن غرامت حق جانباخته‌ها و خانواده‌های جانباختگان هست، پرداخت غرامت. ولی این آخرین اولویته. اولویت اول، دوم، سوم، چندم روشن شدن حقیقت است و بازو محاکمه افرادی که در این مسئله دخیل بودند. بچه‌های ما دیگه بر نمی‌گردن. از پدر و مادر داغدار نیلوفر پرسیدم آیا کسی از مقامات حکومت ایران در یک سال گذشته با آنها در تماس بوده؟ در عمق درد و ناراحتی هستیم. هرگز یک مسئول پاسخ نداده. حتی برخی از گفته‌ها و مصاحبه‌ها برای ما زجر بوده که گفته میشه که مثلا در روز معادل مسافرای یک هواپیما از کرونا میمیرن. اصلا این چه توجیه هست؟ این بچه‌ها قتل رسیدن، این که کلمه شهید روشون گذاشتن
حتی اساس تفکر خودشون و اعتقادات خودشون رو هم زیر علامت سوال بردن و بچه های ما داشتن میرفتن سر خونه زندگیشون، بسیار بسیار خوشحال بودن، خوشبخت بودن، تحصیل کرده بودن، کار داشتن. برخی از خانواده قربانیان پرواز PS752 که در ایران زندگی میکنند پیشتر گفتند مورد تهدید و فشار بودند. تلفن هایی بوده که به زور میخواستن القا کنن که فرزندان ما شهید شدن، که این برای ما بسیار ناراحت کننده بود. دوم این که از دفتر حقوق بشر قوه قضاییه وکیل‌هایی رو می‌خواستن به ما تحمیل بکنن که توسط وکیل‌های خودشون پرونده‌های این پرونده شکایت ما رسیدگی بشه، که این هم رو ما قبول نکردیم و این رو غیر منطقی می‌دونیم. و وکیل‌های ما تا کنون حق ورود به پرونده رو پیدا نکردن. ما اصلا نمی‌دونیم پرونده چه مسیری رو تا حالا طی کرده و چه کسایی دستگیر شدن، آیا اصلا کسی بازخواست شده، آیا از کسی تحقیق شده. با کلای ما اطلاعی ندارن و پرونده بعد از یک سال بسیار مسخره است که تو مرحله بازپرسیه، یعنی حتی پرونده در عرض این یک سال به دادگاه نرفته. در حال ما تلاش همونه میکنیم با خانواده بزرگ جانباختگان، همه با هم متحد هستیم، خواستمون رو پیش میبریم و سعی میکنیم حتی اگر شده در دادگاه های بین المللی کسانی که مرتکب این جنایت بزرگ و فجیع شدن پاسخگو باشند. نیلوفر ابراهیم و سعید طهماسبی چند روز بعد از جشن عروسی تهران را به مقصد لندن ترک کردند، با پروازی که هیچگاه به مقصد نرسید. هر دو در کنار هم در آرامگاهی در لندن دفن شدند. ما روحی هستیم که در این دنیا ماندیم تا عاملین به مجازات، کار دیگه ای در این دنیا نداریم. برای هر دو خانواده عکس ها، ویدیوها و خاطرات پر از جوانی هر دو مانده. از جمله این ویدیو آخرین تصویر از نیلوفر در حال خداحافظی با پدر و مادرش. مریم افشنگ، بی بی سی. اخیراً اداره تنظیم خدمات مخابرات افغانستان از کسانی که گوشی‌هایشان در این کشور گم می‌شود یا به سرقت می‌رود خواسته بود با گرفتن شماره 999 گوشی گم شده‌شان را غیر فعال کنند، اما حالا این اداره می‌گوید عملی کردن این طرح زمانبر است. شماره گوشی‌هایی که در کشورهایی مثل افغانستان، ایران، پاکستان و حتی امارات سرقت شده، چرخه تجارت سیاه را در منطقه به وجود آورده. جزئیات بیشتر از خبرنگار ما محمد قاضی زاده از هرات. بازار تلفن‌های هوشمند در افغانستان بسیار گرم است. مثل این بازار در کابل، در بیشتر شهرها در کنار گوشی‌های کاملا جدید، گوشی‌های دست دوم هم به راحتی قابل دسترسند. دست دوم در اصل به تلفن‌های گفته می‌شود که نو نباشند. اما این عبارت گاه پوشش برای تلفن‌های سرقت شده هم هست. برخی از این تلفن‌های دست دوم راه دراز می‌پیمایند. اغلب تلفن‌هایی که در یکی از کشورهای منطقه به سرقت می‌رود، در کشور دیگر به مشتری عرضه می‌شود. بعضی موبایل‌ها سرقت می‌شود، او از خود افراد داره، فامیلی با مو افراد مشخصشان میره، اموجه معامله می‌کنه، یکی باز با کی می‌فروشه، او نامعلوم است. نفر خوب و خراب معلوم است. مثلا با ما معلوم است که کی فامیلی کارا میکنه کی نمیکنه. برخی حتی به بی بی سی گفتند که وقت دلیل تفاوت قیمت دو تلفن به ظاهر مشابه را از فروشنده پرسیدند، فروشنده آشکارا گفته که تلفن ارزانتر سرقت و از فلان کشور وارد شده است. گوشی های دست دوم اغلب از ایران، پاکستان و امارات متحده وارد افغانستان میشوند، بیشتر به گونه قاچاق. هرات در غرب افغانستان مقصد اصلی قاچاق گوشی‌های استفاده شده از ایران است. وارد کنندگان این گوشی‌ها حاضر به گفتگو در برابر دوربین نمی‌شوند، اما می‌گویند شبکه‌ای از فروشندگان ایرانی و افغان گوشی‌ها را از یک کشور به کشور دیگر قاچاق می‌کنند. احتمالاً همه فروشندگانی که گوشی‌ها را از افراد می‌خرند نمی‌توانند با اطمینان تلفن‌های سرقتی را تشخیص بدهند، اما دست کم این را می‌دانند که چرخه تجارت تلفن‌های سرقتی در گردش است، هرچند به صورت نامرئی.
یک مبارزه بسیار عظیمی میخواد که در مقابل ازی بکنیم. چالش بسیار عظیمی هست و از عهده مثلا دولت افغانستان در ازی وضع شکننده که قرار داره هم بیرون است. از اینجا هم گوشی های سرقتی سرقت که میشن یا میره به دیگه ولایت ها یا از امیر از میره مثلا بیرون میشن به دیگه کشور مثل انجام پاکستان باز میرن. اونا بازو قسمت با سبت و راجستر میشن چون سبت نبودن، از اینجا اونا میرن بازو قسمت استفاده میشن. اترا اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان تازگی ها به فکر از کار انداختن گوشی های سرقت شده افتاده، اما روشن نیست این کار چه زمانه عملی خواهد شد. طرز العمل خنثی‌سازی و بلاک کردن موبایل های مفقودی از سوی اداره اترا نهایی و قابل تطبیق است و به سایر ارگان های دولتی و امنیتی و شرکت های مخابراتی اعلام شده است. اما در این رابطه ما میخواییم که یک شبکه ملی EIR بسازیم و او را به شبکه جهانی EIR وصل بسازیم. این وقت کار است در این مورد. تلفن های هوشمند پیشرفته حالا تنها برای ارتباط و مکالمه اهمیت ندارند، بلکه وسیله تجملی و نوع فیشن هم هست. کم نیستند کسانی که خرید گوشی مستعمل مدل بالا را به خرید گوشی جدیدی که دیگر از مد افتادند ترجیح می دهند. شاید به همین دلیل بازار فروش گوشی های مستعمل در همه جا گرم است. اما بسیاری برای هر نوع گوشی به فروشندگان آشنا و فروشنده هایی که به نظرشان معتبر است مراجعه می کنند. اجناس ما از شرکت های مشهور در افغانستان که است و غیر از آن از شرکت های مشهور جهانی افغانستان میاریم. در عرصه موبایل های مستعمل و جدید الحمدلله فروشات هر دو بهتر است. شاید برای همه کسانی که گوشی های همراه دارند توصیه مناسب این باشد که مراقب باشید، هم در خریداری و هم در نگهداری. محمد قاضی زاده، BBC. سه‌شنبه گذشته محمود کیانوش، نویسنده، شاعر، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار که سالهای طولانی در لندن زندگی می‌کرد، در بیمارستانی در همین شهر در 86 سالگی درگذشت. از محمود کیانوش ده‌ها داستان و قصه و شعر و نقد ادبی منتشر شده. او سالها در BBC فارسی هم فعالیت می‌کرد. کسرا ناجی در نگاهی به زندگی او می‌گوید آقای کیانوش استاد روزنامه‌نگاری در BBC فارسی بود و زبان روزنامه‌نگاری مدرن ایران تا حد زیادی مدیون اوست. محمود کیانوش تا همین اواخر برای گفتارهای پراکنده و رشته گفتارهای معروف نامه از لندن به اداره می‌رفت. این در روز 80 سالگی او 6 سال پیش و یک جشن مختصر همکاران بی بی سی فارسی برای تولد او. بنده رو نمیگم شرمسار کردید، مفتخر کردید. اینم یه دونه آیپد مینیه، حالا باید داستانش رو بعدم برای او رو همه دوست داشتن، اگرچه خیلی وقتا تند و عصبانی هم میشد و قهر هم میکرد. عنایت فانی شاید یکی از نزدیکترین دوستان او بود. درد بزرگش همیشه این بود که چرا مردم از خودشون شک نمی کنن و سوال نمی کنن و همه چیز رو همینجوری قبول می کنن. به همین دلیل هم یک کتابی که این اواخر نوشت، کتاب مختصر 200 صفحه‌ای به نام بیشکی بیسوالی، که تمام بحثش راجع به همینه. چیزی به صورت همین تایپ شده. محمود کیانوش نویسنده‌ای بود پرکار. صفحه ویکی‌پدیای او فهرست هایی دارد از مطالب منتشر شده او، از ده ها شعر، رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، نقد ادبی، آثار ترجمه و داستان های کوتاه برای کودکان. من اونجا چاپ شده به اسم شعر زبان کودکی انسان. گل صد تا گل اینجا آنجا هر جا گل. اشعار محمود کیانوش برای کودکان را سیمین قدیری در سالهای قبل از انقلاب در تلویزیون ایران اجرا کرد. اگرچه اشعار کودکان او بسیار شناخته شده است، اما محمود کیانوش خیلی دوست نداشت که تنها با آنها شناخته شد. شد از شادی لب‌ها گل.
مگه شما فقط برای بچه ها نمیگفتی؟ گفتم چرا؟ بزرگاشو نداریم اونجا. او تحت سه نام و تخلص مینوشت و فعالیت میکرد. علیزاده توسی برای کارهایش در بی بی سی فارسی، محمود کیانوش برای کارهای ادبیش و مصلح الدین زشکی آنجا که طنز مینوشت. شیخ مصلح الدین زشکی مال زمانی بود که یک برنامه طنز اجتماعی در واقع در بی بی سی درست میشد به نام مجله شفاهی و اونجا به اسم زشکی شعر میسرود و شعراش هم خیلی شعرهای درخشانی هم هست و نزدیک 1000 تا شعر هست در اونجا سروده. محمود کیانوش یکی از فرهنگیان جامعه ایرانی لندن بود. این مراسم افتتاح کتابخانه مرکز مطالعات ایرانی لندن در سال 1994، تقریبا 26 سال پیش. یکی از سخنرانان محمود کیانوش که میگوید ایرانی‌های لندن امروز اینجا خانه‌ای تازه پیدا کردند. این خانه رو فقط وقتی میشه زنده و فعال نگه داشت که از این خانه استفاده اون زندگی که ما از یک خانه چنینی انتظار داریم درش بشه. برای خیلی از ماها در بی بی سی فارسی محمود کیانوش استاد زبان روزنامه‌نگاری فارسی بود. جزوه های درست نویسی و نگارش خبر او راهنمای خیلی از کارکنان بی بی سی طی چند دهه گذشته بوده و هست. امروز زبان روزنامه‌نگاری مدرن فارسی تا حد زیادی مدیون اوست. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.